افسانه افسانه عافیت باشه. افسانه عجب کیکی شده، واقعا دست در نکنه، خیلی خوشمزه است. یعنی دفعه قبل به این خوبی نبود؟ نه نه بابا، منظورم این نیست، منظورم اینه که این دفعه خیلی دیگه خوشمزه شده. گفتم که یه کیکی برات درست میکنم که انگشتاتم بخوری. راستش میترسم زیاد بخورم تو جلسه، حالم بد شه. از یه طرف هم اینقدر بهم انرژی میدی تا صبح این بلبل حرف میزنم. بلبل و درد پدرم، کاریت میکنم که مثل کلاغم نخونی، چه برسه به بلبل. افسانه اگه قرارداد امشبمون درست شد یه ماشین خوشگل واسه میخوام. ای بابا نادر، من که اصلا از این توقع ها ندارم. حقت خانوم، وظیفمه. الان برات یه چای داغ میارم، بعد از هموم خیلی میچسبه. دست در میخونه. بفرمایین آقا. خیلی خوشمزه شد، خیلی. بیا بخورش چون زیاد داغ نیست. نوشه جا. دیگه ببینیم چه مزه زفت رو تهی کرده. چیه؟ مزهش یه جوریه. چه جوریه؟ تلخه انگار. آهان، یکم بهار نارنج ریختم توش، گفتم میخوای بری جلسه یکم آرامش بگیری. نوش جانت. فقط به خاطر ماشینه دیگه نه؟ چه حرفا میزنی نادرا، من تو که از این حرفا نداریم با هم. بیا بذار یه تیکه دیگه برات ببرم. دارم میخورم دیگه خانم. نه اینم هست. بیا بابا من غم دارم، اون چایی رو میگیره. اینطوری بهتره. بیا نوش جانت، اینطوری خیلی بهتره. بخور نوش جونت، بخور. باش اگه قندم بالا رفت تو کما رفتم دیگه مربوط به تو. ایبی نداره بابا، یه دفعه که هزار دفعه نمیشه. باشه چشم، دست در نکنه. این که دیگه خوبه دیگه، تلخ نیست که. چه قیافت اونجوری میکنی؟ ببین بس یه سر برد بمانم. بابا نمیخورم افسانه. ببین ناراحت میشم به خدا، ببین این همه زحمت کشیدم. یعنی باید بخورم. خوشمزه است، بخورم. سلام. سلام. سلام پسرم. تو این ترافیک کلافه شدم. تهران یعنی ترافیک؟ اصلا باید اسمش عوض کنه بذارن رابند. من اگه یه موتور داشتم و دیگه اینقدر تو ترافیک گیر نمی کردم. مگه نگفته بودم که دیگه نباید از موتور حرف بزنی؟ آقای سلیمانی هم خیلی از شما دوستان خوب آشنا هستی. خانم تا شما اجازه ندی که من براش موتور نمیخرم. این بعد یاد بگیره دیگه حرفشم نزنی. بلند شو برو تو اتاقت، پاشو ببینم. خیلی خوب حرفشم نمیزنم، ولی الان گشنه میخوام یه تیکه کیک بخورم. تا تنبیه نشی یادت نمیمونه که حرفش هم نزنی. پاشو برو تو اتاقت. مامان شما حالت خوش نیستا؟ من لیلا نیستم که چاق بشم. نگاه کن نادر، به من میگه حالم خوش نیست، میگه من دیوونم. نمیخوای یه چیزی بهش بگی؟ پسرم پاشو برو تو اتاقت. پاشو. چیه؟ تو چرا بر را بر منه نگاه میکنی؟ موتور بی موتور چکه تو بخور. نگفتی این چطور یه اوقعی میسد؟ نباید یه زنگی میزد، یه سوالی، یه جوابی، چیزی. اصلا چرا خاموش بودی؟ از دستشویی که اومدیم بیرون دیدیم شما نیستی، فکر کردیم چون قدر تو که سوزن مواد زدیم بی خیالمون شدی رفتی. شارژ گوشیمونم تموم شده بود پروانه خانم. بعدش چرا بهم زنگ نزدی؟ چون آدم سختی هستی. چی میگی تو؟ یعنی چی آدم سختی هستی؟ باز خاطر اینکه هر چی ما میگیم معلوم نیست چی میشه.
چی میخوای بشه؟ چی میگی تو؟ وقتی اومدی سر قرارت تو پارک تعقیبت میکردم. باز که گفتی پروانه خانم، با بچه که طرف نیستی. حواسم جمعه جمعه. خیلی میبینم. حالا کی قرار بذاریم زعفرون بهم بدی؟ حالا ببینم، خبرت میکنم. افسانه افسانه. بله. ساعت چنده؟ چهار و نیمه آقا. بلند شو برو تو اتاق، دو ساعت استراحت کن، میخوای بری جلسه سر حال باشی. بلند شو. نمیدونم چرا اینقدر خوابم گرفته. نه اگه برم سر جان بیدار نمیشم. لطفاً رأس ساعت 6 منو بیدار کن، اگه نرم سر جلسه بدبخت میشم. سلام مامان. سلام. کجا بودی سر صبح؟ رفتم لیلا رو بردم مدرسه. چرا بابا نبردش؟ چی اینجا خوابیده؟ منم هرچی صداش کردم بیدار نشد. اصلا خوروپف نمی کنم. منم هرچی صدای زدم بیدار نشد. کلی تکونش دادن. میگم نکنه خدایی نکرده زبونم لال یه اتفاقی. نادر. نادر، نادر، بلند شو ببینم. نادر، نادر، نادر بلند شو. من نمیخوای بری سر کار. تو چرا اونجا بایستدی؟ یه لیوان آب بده ببینم. نادر، ببین دیشبم نرفتی جلسه ها. من گم بده چه تکون نمیخوره. بیا ببینم. نادر، نادر، نادر. بابا نادر! خدا شد.
ساعت چنده؟ پاشو دیگه، صبح شده. پاشو حالا مد. ای بابا کمکش کن ببینم. بابا قربونش کن. چی شده تو بابا؟ پاشو بلندش کن بذارشون بالا. سنگی بود نادر. یواش مادر یواش. بایستا بایستا یه زن آبت بدم. بیا بیا بخور. الو سلام، اورژانس تهران. سلام خاله. سلام خاله جان، چی شده؟ هیچی، بابا مصدوم شد، زنگ زدم اورژانس اومدن بردنش بیمارستان. تو چرا نرفتی باهاشون؟ یه وقت کاری کمکی چیزی؟ دایی فرشاد باهاشون رفت، من مونم، لیلا از مدرسه میاد پشت در نمونه. خیلی خب، حالا نمیخوای خودت ناراحت کنی، من سری میرم اونجا، هرچی شد به زنگ میزنم. کدوم بیمارستان بردنش؟ چی معده‌ش شستشو دادن، میگن بهتره، ولی به نظر من که امیدی نیستش دیگه. دیشب تو لامش جذب شده دیگه. حالا خوب باز نادر همچین بدنش قویه، وگرنه تا حالا بیدومات شده بود. گوشو حالا چی خورده مسموم شده؟ تفلک افسانه که چهارشش خورده خوراکشونو بی پا. آخه تفلک، خود افسانه خانم شوهرش رو مسموم کرده. چرت بابا، من چرت میگم؟ یا افسانه چون به نادر مشکوک شده بود، بهش قرص داده که خوابش ببر از خونه نزنه بیرون. این یعنی چرت. کی این حرف رو گفته؟ خود افسانه اعتراف کرده؟ نخه، دکترش گفته حد اقل 6 تا آرام بخش به خوردش دادن. به شناختی که من از افسانه دارم میگم 10 تا. آخه این با عقل چور در نمیاد عزیز من. 10 تا 12 تا قرص آرام بخش رو افسانه داده بهش، هم تو خورده ندارم حرفی نزده. خوبشون شاید نارون بوده، خودش فرداش چیزی خورده. ساده ای تو. اما من نادر دیروز تو پارکینگ دیدم، گفت میخوام برم یه قرارداد چرب ببندم، کلی حالش خوب بود. به این آدم نه ناراحتی میومد نه برنامه خودکشی. با تو چی دلت میخواد بگی خواهرمون بیگناهه؟ کی گفت حالا بیگناهه؟ افسانه است دیگه. چاپ افسانه است دیگه. الان من به بچت میخواستم گلگاف زمان بدم، حالا منو کشته بودی که قاتلم دیوونه. افسانه است، قرص داده بهش. فرشاد از این ماجرا کسی نباید بوی ببره ها. خدا قضیه از این که هست بدتر میشه. دیوانه نادر بفهمه میره طلاقش میده، بعد اونم سرپرستیش بفته گردن من. چه کاریه؟ چقدر وقت خوبیه برای چرت و پرت گفتن. افسانه کجاست؟ توی راهرو بخش سرمو رو داغون. تو برو پویا رو از مدرسه ورد ببر خونه، من خودم شه افسانه میمونم. دیگه چیه؟ بگیر سویچ در بس بگیر برو.
اخلاق بی خودیه داری تو. افسانه سلام، قضیه چیه؟ نادر کجاست؟ اونجا تو آی سی اوه، فکر کنم مواد اولیه که یکم تاریخ انقضاش گذشته. یعنی نادر آدم قویه، حالا ساعت از بردنش رو تو نمیدونم کی میخواد بیاد بیرون. قلبم داره تو سینم میاد. چیه نازنین، چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ حالا این سوالیه که تو باید به اون جواب بدی افسانه جون. فقط میخواستم نادر از خونه بیرون نره. برای همین تصمیم گرفتی تو دم مرگ بکشونیش؟ من تو این مدت خیلی دست و پا زدم، هر کاری کردم که اون از خونه بیرون نره ولی نشد. هرچی بهش محبت کردم فایده نداشت. چرا یه ذره صبر نداری؟ همین دیروز پیش اون دوستم بودم که تو همون ساختمونه، با هم دیگه همه چیو بررسی کردیم. اصلا قضیه اونجوری نیست که تو فکر میکنی. تو چند ساله داری نادر رو این بچه ها رو همینطور اذیت میکنی، بهشون سخت میگیری؟ خب از من توقع نداشته باش دو سه روز همه چی درست شه. والا از تو بعیده، یکم تحمل داشته باش. فکر نمیکردم اینجوری بشه. این داروها خیلی هم قوی نیستن. دکتر میگفت از هر 100 نفری که این دارو رو بخوره یه نفر اینجوری بدنش عکس العمل نشون میده. چجوری این کارو کردی افسانه؟ وای نازنه، اگه نادر به من چی کار کردم بیچاره میشم، زندگی مثلا میپاشه. قرصا رو تو چی ریختی؟ کیک خامه‌ای. نمیخواد نگران باشی، من یه آشنا دارم میگم یه مدرک پزشکی درست بکنه که این مسمومیت ناشی از همون خام است. آقا تو هم حواست باشه جلوی این دکترها با این ریخت و قیافه لومون ندی. ندارم به اندازه کافی گیج هست که چی نفهمه. یه حالش خوب میشه. در نخونه دخترم. دخترم بذار اون یکی بره پایین بابا جان. وای سرم دارم میترکم. وای 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 بس دخترم، یه دو قلپ هم خودت بخور بابا. افسانه آخه اینجوری زشت این کارا چیه میکنی جلوی نازنی؟ وا میذاشتیم امروز هم تو اتاقم 2 دقیقه استراحت میکردم،
چه حرفا میزنی آقا؟ نازنین که غریبه نیست، از خودمونه. تازه اینجوری کمرت هم درد نمیگیره. آی پام پام پام. امیرعلی چی کار میکنی مادر؟ من کاری نمیکنم، دارم ماساژ میدم. اینجوری؟ دخترم اقلا آروم تر بده. دکتر گفته بعد مایعات زیاد بخورید تا تمونده اون کیک از بدنت بره. ندارم افسانه. بیا حمید علی جان پاشو این کمپوتر رو بذار توی احشا خودش. بگم اون باقی مونده کیک رو بریز دور، یه وقت این بچه ها نخورن مسموم بشن. نگران نباش، همون دیروز که از بیمارستان برگشتم ریختم دور. بیا تو جوابشو بده، موکلمه همون که نرفتم دادگاهش، روم نمیشه باش حرف بزنم. بله سلام، مهاجر هستم، گوشی رو بدید به آقای برهانی. ایشون مریض هستن، من همسرشونم. بفرمایید. دخترم پشو برو یادش که تو اتاق بخور. پشو برو. چرا از دیروز موبایلش رو خاموش کرده؟ اگه نمیخواست دادگاه رو بیاد میگفت من از قاضی یه وقت دیگه میگرفتم، دادگاه رو عقب مینداختم. ایشون دچار مسمومیت حاد شدن. خب میتونست مثل الان موبایلش رو بده به شما، نه اینکه خاموشش کنه. ظاهرا شکم شوهرتون خیلی سیره که از حق الوکاله چند صد میلیونی گذشتن. بهشون بگید من این پرونده رو به وکیل دیگه ای واگذار میکنم. آبرو حیثیت من تو دادگاه رفت، همه زندگی ما از دست دادم. ایشون هم دیگه حق ندارم با من تماس بگیرم. چی شد افسانه؟ گفت پرونده رو واگذار میکنه به وکیل دیگه. حسابی هم شاکی بود. خودش اینو بهت گفت؟ فای بدبخت شدم افسانه. بهترین شانس زندگیمونو از دست دادی. اگه این اتفاق نیفتاده بود و من به اون جلسه رسیده بودم، الان زندگی بود عوض شد. یک سال روی پرونده کار کردم. افسانه 150 میلیون تومن حق الوکالش بود. ممکنه هیچ وقت دیگه همچین پرونده ای به دستم نرس. بله خودم هستم. شما راجع به چه موضوعی؟ کجا؟ بله من همین الان میام.
سلام خانم، میشه دو کلمه باهاتون حرف بزنم؟ مادرم همیشه میگفت با زنی که تو کار خلاف سنگینه سرشاخ نشو، بعد میبینی. ما گوش ندادیم. بیا خانم کیفتو بگیر، بذار ما هم شهرمونو بکنیم. خر ما کرگی دوم نداشت. ببین کم و کس نداشته باشه. بار نمیخوام آدمات ناقصم کنن. بی زحمت میشه به آدماتون بگین که همه چی صحیح و سالم تحویل شد، دست از سر من بعد شانس بردارم؟ گمش میگم، گمش برو بیرون. داشتی اومدی تو پارک سراغم؟ کی آمار منو بهت داده بود؟ من آمارت دارم بیان سراغت. وقتی اون نایلون مشگره تو اتاق دزدیدم فهمیدم چی کاره ای. شب آمار داشتم که خونه نیستیم، کلید خونه مادرم رو داشتم. بعد دوزی برگشتم اونجا. خانم حبیبی بهترین آدمی بودن که تو زندگیم شناختم. فقط این برام سوال بود که چرا همه اموالشون رو به خیریه بخشیدن، به تنها پسرشون که تو باشی چی ندادن. اما الان جواب همه سوالامو پیدا کردم. نه دیگه نشد. حالا که حرف زدی وایسه جوابتو بگیر. مادرم بعد مرگ احمد آقا همیشه شما رو تو سرم میکوبید که یه زن تنها با بازاریابی داره یه زندگی رو میچرخونه. ای کاش الان زنده بود تا ببینه اون کسی که براش مثل یه فرشته است چجوری داره پول در میاره. نگران نباش، تموم شد رفت کارش. نه آخه میخوام بدونم منظورش از آدم های من کیا بودم. پا
پاتو گذاشتی تو این کار باید پی همه چی به تنت بمالی. پر این چیزای عجیب غریبه. ببینو برا بعد تجربه کن. فقط شما از این قضیه خبر داشتین. کسی چیزی نمیدونست. شاید یه نفر از تو خوشش اومده و رفته یارو رو ادبش کرده. بعدم منتظر شده کیف به دستت برسه و بعد خودشو نشون بده. شوخیت گرفته؟ نه. ازم پرسیدی منم جوابتو دادم. سیما سلام نازنین جون. دوست دارم یادگاری داشته باشم. قشنگه. ممنونم سیما جون. خداحافظ. گلدونه ما همینه؟ آره، مگه چیز دیگه میخواستی؟ ولی بونسات خیلی گرونه، میخوام ازت شکایت کنم. آره، شکایت کن. کی گفته بود یارو رو ناکار کنی؟ کیو؟ همونی که میخواست چوب لا چرخ اونی بکنی که تو دلت براش میسوزه. بدبخت میخواستن تلکش کنن. من کاری نکردم که. یه زنگ کوچولو زدم گفتم برن حالشو بگیرن. همین. به جان سیما من دخالت مستقیم نداشتم. بیشور. تو کی میخوای چیز یاد بگیری؟ این بهترین فرصت بود که میفرستادیمش، میرفت اون دو پار جنس رو برمیداشت میآورد. چیک؟ به اینجاش فکر نکرده بودم. تو هیچ وقت فکر نمیکنی؟ حالا که یارو موادو برگردونده دیگه پول لازم نداره که بیاد التماس کنه بندازیمش تو کار. دستی آدمو گرفتم زمین نخوره. حالا مونده مثل تو همه چیزو بالا پایین کنم بعد دست به کار بشم. ببین دیگه نه دستشو میگیری نه حقشو میگیری نه باهاش حرف. من که حرفی رو حرف تو نمیزنم. اون یارو کی بود؟ ها؟ پلیس قلابیه رو میگم. آشناس؟ آمار مکانمونو نداره. نمیدونم کی آدم اجرا کرده بود که دخلشو بیارن. البته عددی هم نیست. اینقدر دشمن برامون درست کن که یه روزی مثل مور و ملخ بریزن و قلع و قمون بکنن. آمندس یه نفر اومده پایین برای بازدید وایدا. اجازه میدیم ببینن؟ از شهرداری اومده؟ میگه برای خرید اومدم. برای خرید؟ سلام. سلام. مهندس ساختمون شما هستید؟ بله چطور؟ مهندس جان کاش که سرویس ها رو کمی بزرگتر درآورده بودید. البته موردی نداره. من پسندیدم و هر چهار واحد رو یک جا خریدارم. حالت من فکر میکنم که شما آدرس رو اشتباهی اومدین به خاطر اینکه تمام این واحد ها پیش فروش شده. چی؟ بله درست اومدن سعید. سلام اقبالی هستم. یه دل درمونده دارم یه دفتر خونده دارم قصه داره در میزنه